اتاقی که من الان توش هستم زادگاه و محل تولد دوربین‌های عکاسی امروزی هستش. اسم این اتاق اتاق تاریک هست که در گذشته بهش اتاق سوراخ سوزنی به خاطر این روزنه‌ای که اینجا وجود داره گفته می‌شد. قدمت این اتاق برمیگرده به قرن‌ها قبل از میلاد مسیح که فلاسفه بزرگ از چین و یونان باستان توی نوشته‌هاشون از این اتاق نام بردن. پس اساس کار دوربین‌های عکاسی امروزی به حاصل اکتشاف و اختراع و نوآوری یک نفر نیست، بلکه قدم‌هایی که دانشمندان و فلاسفه بزرگ طی قرن‌ها از قبل از میلاد مسیح، حدود 5 قرن قبل از میلاد مسیح برداشتن که این اتاق اولین قدم این دانشمندان هستش. اگه بخوام به صورت علمی این اتاق رو تعریف کنم، اتاق یا اتاقکی هست که تمام سطوح اون پوشیده است و هیچ نوری به اون نفوذ نمی کنه و روزنه‌ای در یکی از سطوح این اتاق وجود داره که از آن نور عبور می کنه و تصویری برای ما روی سطح روبرو به نمایش می ذاره. حالا اگه بخوایم عملکرد این دوربین رو ما قشنگتر توضیح بدیم، به این صورته که من اگر اینجا بشینم، شما الان تصویر برجی در پشت این اتاق تاریک میبینی و اینجا رو اینو بعد الان اینجا عرض کنم که من چرا این تصویر رو انتخاب کردم. دلیلش اینه که شما وقتی به تمام کتب تاریخی در مورد عکاسی رجوع میکنید، یک همچین اتاقی یا همچین تصویری رو میبینید. من به خاطر اینکه بتونم عملکرد اتاق تاریک رو بهتر توضیح بدم، مجبور شدم بیام به این اتاق و اتاق کاملا تاریک بکنیم. شما برجی رو در پشت اتاق تاریک میبینید که در فاصله از این اتاق وجود داره. نوری که از این روزنه عبور میکنه باعث میشه که من تصویر اون برج رو به صورت معکوس روی دیوار روبرون ببینم. این میشه اولین قدمی که انسانها برای، یعنی بشریت برای ثبت تصویر برداشته. یعنی اینکه این اتاق بسیار 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 اهمیت زیادی داره. اینکه ما بدونیم چجوری کار میکنه و داستانش از کجا شروع شده. به خاطر همین اولین ویدیویی که در مورد عکاسی و آموزش عکاسی ضبط کردیم از این اتاق شروع میشه. پس دوباره، اتاق تاریخ اتاقیه که تمام سطوح اون بسته است و هیچ نوری تحت هیچ شرایطی داخلش نفوذ نمی کنه و روی فقط یکی از دیواره های اون یک روزنه کوچیک ایجاد کردیم تا نور از اون روزنه عبور بکنه و باعث بشه تصویری روی سطح روبروی اون، یعنی الان در اینجا اگر ما بگیریم روزنه وجود داره، روی دیوار روبروی ما تصویر بیرون، یعنی اینجا اون فخاله اون برجه میفته روی این دیوار روبرو و به صورت معکوس میفته. نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که ما میبینیم عملکرد دیافراگم 4 یا 5 قرن قبل از میلاد مسیح به وجود اومده بوده. دیافراگم های دوربین که حالا کار باهاش رو توی ویدیوهای بعدی حتما میگم. این روزنه هر چقدر کوچیک‌تر باشه، تصویری که ما رو سطح روبروم رو می‌بینیم واضح‌تر ولی کمرنگ‌تر هستش و هر چقدر این روزنه بزرگ‌تر باشه، وضوح تصویر ما روی سطح روبرو کمتر میشه. علل دیگه‌ای هم وجود داره برای تصویر ما، مثل اینکه نور از چه زاویه‌ای تابش کنه و طیف رنگ‌های مختلفی که نور داره و بسیاری عوامل دیگه که بعداً همه اینا رو بررسی می‌کنیم. اینکه کدوم فلاسفه و کدوم دانشمندان چه اقداماتی رو برای عکاسی انجام دادن تا ما به اولین تصویر ثبت شده برسیم، میشه تاریخ اساس کار دوربین‌های عکاسی.
که از 5 قرن قبل از میلاد مسیح شروع شده و تا قرنها بعد از میلاد مسیح حدود قرن 19 هم ادامه پیدا میکنه، که توی یه ویدیو دیگه براتون داریم در حال آماده سازی هستیم که اساس کار دوربین های عکاسی رو توضیح بدیم. پس با ما همراه باشید.